29 روز فروردین ماه برابر با 18 آپریل سال 59 خورشیدی برابر با 680 میلادی در گذشت معاویه مؤسس سلسله امویان. امویان که از قبیله قریش و از طایفه بنی امیه و از دودمانهای تاریخی اسلام به شمار می آیند، به عنوان خلفای امپراتوری تازه تأسیس اسلامی در دمشق حکومت کرده و اولین سلسله موروثی را در تاریخ اسلام پدید آوردند. قلمرو تحت حکومت امویان از مشرق تا هند و از مغرب تا شبه جزیره ایبریا گسترده بود. پدر معاویه که در ابتدای اعلام پیامبری محمد ابن عبدالله در مقابل وی قرار داشت، با پذیرش اسلام موجب شد تا ضمن بازگشت صلح به دو خانواده رقیب اموی و هاشمی، امویان بتوانند در سیاست آینده حکومت اسلامی عربی نوپا نقش مهمی بازی کنند. معاویه پسر ابو سفیان کمی بعد به عنوان کاتب وحی درآمد و بعد از مرگ پیامبر در نبردهای سپاه اسلام علیه امپراتوری روم شرقی در آسیای صغیر شرکت کرد و موفق به فتح دمشق شد و پس از به خلافت رسیدن عثمان ابن عفان که از خانواده امویان بود به عنوان حاکم شام منصوب گردید. وی سپس با به خلافت رسیدن علی ابن ابی طالب با وی به نبرد برخاست و پس از مرگ علی در کوفه به نبرد با حسن ابن علی پرداخت و سرانجام خلافت را به چنگ آورد و دمشق را پایتخت خود و خاندانش ساخت. معاویه برخلاف سنت شیخین و عثمان که برای خود جانشین تعیین نمی کردند، سیاست جانشینی پسر به جای پدر را در خلافت به راه انداخت و پس از خودش پسرش یزید خلیفه مسلمانان شد. سال 1333 خورشیدی برابر با 1954 میلادی کودتای جمال عبدالناصر علیه محمد نجیب در مصر. از ابتدا پس از آنکه جنبش افسران آزاد مصر به فرماندهی ژنرال محمد نجیب علیه رژیم سلطنتی کودتا کرد و ملک فاروق پادشاه مصر را مجبور به استعفا نمود، تا آن زمان که محمد نجیب به عنوان رئیس شورای فرماندهی انقلاب برگزیده شد یا هنگامی که فرزند ملک فاروق که به عنوان پادشاه جدید مصر معرفی شده بود از مقامش خلع گردید و محمد نجیب به عنوان اولین رئیس جمهور مصر انتخاب شد. سرهنگ جمال عبدالناصر در کنار وی همه جا دیده می شد، اما ریاست جمهوری برای ژنرال نجیب چندان پایدار نماند، چرا که همرزمش سرهنگ جمال عبدالناصر با کودتایی وی را برکنار کرد و تا پایان عمر تحت نظر قرار داد. و این چنین شد که جمال عبدالناصر به عنوان دومین رئیس جمهور مصر سکان رهبری این کشور را در دست گرفت تا کشورش را در مسیر مدرنیزاسیون و اجرای اصلاحات سوسیالیستی یاری دهد و با ترویج اندیشه های پان عربی برای مدت کوتاهی مصر را با سوریه متحد کرده جمهوری متحده عربی را بنیان بگذارد و خودش را به عنوان یکی از مهمترین شخصیت‌های سیاسی در تاریخ مدرن اعراب و کشورهای در حال توسعه سده بیستم مطرح نماید.